پناه می‌بریم به خداوند از اینکه شیطان و پیروانش ما را به مرضهایی که خودشان دچار هستند دچار کنند، تکبر، حسد و طمع. بسم الله جائل الحق و بالغ امره. به نام خداوندی که حق و از همه گزاره های ستونه عقل جعل کرد و امر خودش را قطعا به نتیجه می رساند و به بلوغ می رساند. سلسله مباحث خلق و جعل رو نظام سازی در انقلاب اسلامی پی می گیریم. امروز به یک حوزه مهم از زمین عالم جعل می پردازیم، به رشته های دانشگاهی، به مهد به وجود اومدن اون رشته ها و تکلیف خودمون رو با اون روشن می کنیم. درخت علم، طرحواره ابری شاخه های علمی، مجموعه رشته های دانشگاهی، همه اینها یک باب بندی، یک فهرستی از تقسیم بندی علوم جهان به ما ارائه میده. مهد این تقسیم بندی از حوزه تمدن غرب نشأت میگیره، مشخصا از درخت فلسفه نشأت میگیره. درخت فلسفه ریشه هاش مبتنی بر تثلیث، عدد، کیفیت و کلمه، تنه اش فوزیس، شاخه هاش رشته های علمی، میوهش تکنولوژی و برگ هایش هنر هست. وقتی کسی PhD داره، یعنی فیلسوفی آف دکتوریت، فلسفه رشته خودش رو از ریشه تا میوه میدونه. قاعدتا باید اینجور باشه. اما دکترهایی که با تست زدن وارد دانشگاه میشن، حتی در این نظام علمی هم به این مشرف نیستند و اکثرا فلسفه رشته خودشون رو نمیدونند. و یک صد بالاتر، کسی که اعتراف کند به اینکه رشته اش مبتنی بر تثلیث واقع شده، فکرش و ذهنش و دستگاه معرفتیش اشکال داره و خروجی که از این ذهن بیرون میاد معیوبه. نباید در حوزه تصمیم سازی از اونها استفاده بشه، مخصوصا در سطوح کلان و حکومتی، در سطح استراتژیک و ایدئولوژیک اینها رو باید قرنطینه کرد. اینها نباید نزدیک مدیران تصمیم گیر این حوزه ها وجود داشته باشند. مشخصا منظورم آقای نیلی است، آقای سریع القلم است که در مرکز تحقیقات استراتژیک تصمیمات کلان مملکت رو، گزاره هاش رو در اختیار مدیران قرار میدن. ما این شابلون فهم رو میدونیم اما فریبش رو نمیخوریم. ما این نظام علوم و این دستبندی علوم رو قبول نداریم. اولا تفکیکش میکنیم، قسمت هایش که مربوط به عالم خلق هستش رو مورد بازبینی مجدد قرار میدیم. اگر درست بود، کذب نبود، آزمایشات و تجربیاتی که اونجا ثبت شده بود رو به درستی ثبت کرده بودند، ما اون رو تایید میکنیم و مورد استفاده قرار میدیم. و اما رشته های علوم انسانی که مربوط به عالم جهل هستند، همه اونها رو با دقت تفکیک میکنیم، جدا میکنیم و چون مبانی اونها مبتنی بر تثلیث و باطل هستش، همه رو کنار میگذاریم. حالا سوال میپرسند، اگر ما اینها رو کنار بگذاریم پس چی به جایش؟ سوال درستیه. اولا ما روایت داریم که کل علوم عالم اگر 27 حرف داشته باشه، تا زمان ظهور 2 حرف اون کشف میشه و بعد از ظهور هست که اون انفجار علمی اتفاق میفته و 25 حرف باقی علم کشف میشه. چی میخوام بگم؟ ما در یک مسیر علمی قرار داریم. این نیستش که یک کلی مشخص شده وجود داشته باشه و ما بخوایم کل رو تعریف کنیم. نه، ما فرایند رسیدن به علم رو میتونیم تشریح کنیم، دستبندی کنیم و مشخص کنیم. خب تا اون موقع چیکار کنیم؟ چاره‌ای نداریم جز این که همین درخت فلسفی که موجود هست رو کیسه بوکس خودمون کنیم. تعرف الاشیاء به ازدادها. اتفاقا یکی از راه‌هایی که ما گزاره‌های حق رو تشخیص بدیم و استخراج کنیم اینی که معادلش رو در شق باطل
بشناسیم و اون رو بزنیم. شیطان مکر کرد با خدا و به خاطر گناهی که کرده بود، به خاطر نافرمانی خداوند باید میرفت به جهنم. اما مکر کرد و گفت من رو تا قیامت زنده بگذار تا ثابت بکنم انسان لایق این همه احترام از جانب تو نیست. خب خداوند هم مکر کرد و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. خداوند که به خبث ذاتی شیطان آگاه بود، الا وقت یوم معلوم بهش فرصت داد و از این بابت شد منبع الهامات شیطانی، قطب منفی، منبع باطل، جایی که شر از اون نشأت میگیره. شیطان بزرگترین استراتژیست دنیاست. زمین برای خداست، نیروها مخلوق خدا هستند، همه اجزا رو خداوند خلق کرده، اما اراده شیطان و پیروان شیطان امروز در خیلی از جاها حاکمه. متاسفانه امروز حکومت‌های شیطانی، حکومت‌های پادشاهی موروثی، حکومت‌هایی که دست اولوالامر نیست، همه به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم توسط جنود شیطان اداره میشند. اینکه جهان داره به سمت نیستی و تباهی میره، این به خاطر دور افتادن از اوامر خداست و اجرا شدن اوامر شیطان و سربازانش. حالا شیطان چطور این اراده خودش رو داره تحمیل میکنه؟ با نظام دانشگاهی و نظام فلسفی، دانشمندان علوم مختلف فلسفی، دانشمندان دکترهای امروز جهان، همشون غیر مستقیم کارگزار اراده شیطان هستند. جبهه حق اگر بخواد با اینها در بیفته، باید به مبانی نظری اونها حمله کنه، به استراتژی هاشون حمله کنه، به حرفاشون حمله بکنه. استاد حسن عباسی یکی از اون بزرگ مردانی هستش که این کار رو انجام داد. خیلی از رشته های دانشگاهی رو بهش ورود کرد، بهش مشرف شد، همه مبانی اصلی اونها رو تو مشت خودش گرفت، یکی یکی نخهای کفر و الحاد و غلط بودن رو از اونها بیرون کشید و در معرض فعالین جبهه حق قرار داد. خیلی کار بزرگی کرد. ما بحران در حوزه نظر و نظریه پردازی داشتیم. حوزه علمیه ما 70-80 درصد ارسطویی بود. تهاجم فرهنگی که در قدیم مأمون با دارالحکمه‌ای که به وجود آورد مقابل کلاس درس امام رضا ضربه سنگینی رو به نظام معرفتی اسلام زد. حوزه ما درگیر اون حوزه است، درگیر اون تهاجم فرهنگیه. نظام دانشگاهی ما هم که از غرب زده های اواخر دوره قاجار به وجود اومد و پایه‌گذاری شد و رشد کرد و بالا آمد و هضم شده در تمدن غرب هستند، همه اینها داشتند راه غلط و باطلی رو می رفتند و نیروهای جامعه خودمون رو داشتند از بین می بردند و هنوز هم برای اون روند داره ادامه پیدا می کنه. استاد عباسی با یک حرکت جهادی فوق‌العاده عظیم خیلی از جاها یک تنه مقابل هجمهای اونها ایستاده و همه رو بی اعتبار کرده. یکی یکی ادله باطل بودن اون رشته ها رو به رخشون زده، به روشون زده و اونها رو سرکوب و منکوب کرده. از اون کارهای مردفکنه، از اون کارهایی که در هر قرن یه نفر میتونه اونها رو انجام بده. جبهه انقلابی حتما قدر این افراد رو میدونه و حتما از دستاورد و محصول و خروجی کار اونها استفاده میکنه. ما نظام سازها مخصوصا باید قدر این رو بدونیم و جرعه نهایی، نتیجه نهایی، فرمول نهایی کار این بزرگواران رو بتونیم ازشون استفاده کنیم. البته خیلی حوزه مهمیه. اگر شما بدون آمادگی وارد حوزه های فلسفی بشید، در سیاه چاله اون غرق میشید. خیلی ها رفتند به امید اینکه اون رو مصادره بکنند، اما خرس اونها رو خورد. اصطلاحی که رحیم‌پور ازغدی در مورد غرب زده ها به کار میبره. سروش و امثالهم رفتند در اروپا و آمریکا،
که اونها رو هدایت بکنند، خودشون هضم در همون نظام معرفت شدن و امروز یکی از قطبه های مخالف نظام حکومت اسلامی دارند اشاعه باطل می کنند. پس خیلی کار دقیق و مهمیه و باید مجهز تو اون حوزه ها وارد شد. دستگاه علمی و معرفتی در سطح کلان خودش از اجزای مشخصی تشکیل شده. هر کدوم از اون اجزا رو اگر بردارید کل اون سیستم از کار میفته. پس علوم و رشته های دانشگاهی تمدن غرب یک منبع شر در نظر گرفته میشن، مشخصا رشته های عالم جعلش. با رشته های عالم خلق بارها و بارها تکرار کردیم، علوم فنی و مهندسی و طبیعیات و تجربیات، با اینها ما سر جنگ و دشمنی نداریم. اینها قوانین خداست که اونها زودتر از ما کشفش کردند، ما از اونها استفاده میکنیم و اصلا شکر نعمت خداوند در اینه که از اون قوانین و از اون علوم در جهت مثبت خودش ازش استفاده کنیم. الان چه اتفاقی داره میفته؟ مثال میزنم براتون حوزه سینما و فرهنگ عمومی کشور رو. معمولا کسایی که این حوزه رو در دست میگیرن، مدیریت این حوزه رو در دست دارن، افرادی هستند که دانش آموخته رشته های هنر در دانشگاه هستند. این افراد درست منسوبن به جبهه انقلابی، ظاهر و هیئت افراد حزب اللهی رو دارند، اما حاضر نیستن عرق ذهنی بریدند. میرن و تقلب میکنند از تمدن همسایه، از تمدن غرب. میرن فلسفه هنر اونها رو میگیرند. خیلی تازه اگر خوب باشند کاتارسیسم اونها رو مبنای عمل خودشون قرار میدند. کاتارسیسم تقابل آپولون و دیوزینوس و در نهایت تصفیه. اما کف صحنه حتی این رو هم اجرا نمی کنند. سینمای فرانسه و مسئولین جنگ نرم در اروپا افسار سینماگران ما رو در دست خودشون میگیرند، بهشون دستور و کار میدند و میگویند شما فیلم ابزورد بساز، فیلم مهمل بساز، فیلم سیاه بساز، فیلم پوچ بساز. امروز یک مرد در سینمای ایران پیدا نمیشه. ما حسرت دوره فیلم فارسی قبل از انقلاب رو داریم میکشیم. کسایی مثل ناصر ملک مطیعی، بیک اماموردی، فردین، کسایی که حتی ساواک اون دوره دستور کار میدادن به سینماگرها که این نوع مردان رو برجسته بکنید، امروز خالی جایش در سینمای ایران. یه خطر بزرگتر، اینقدر عنصر هویتی مرد ایرانی تو چشم دختران و زنان ایرانی پست شده و کوچیک شده که متاسفانه چشم اونها رو جوان اجنبی داره پر میکنه و خیلی هاشون عشق غرب و مرد غربی رو دارند. مایی که بزرگترین افتخارات رو در جنگ با داعش داشتیم، مایی که فرماندهی این جنگ بزرگ چند ملیتی رو بر عهده داشتیم، قادر نیستیم سینماگر ما، اونی که فلسفه نحس غربی رو خونده، حاضر نیست و بلد نیست یک هزارم اون رو به تصویر بکشه و انقدر جامعه ما خالی از هویت‌های انقلابی، هویت‌های انقلاب اسلامی. همه اینا یعنی چی؟ یعنی اون فلسفه هنری که ما از غرب گرفتیم، اون رشته‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، اون رشته‌هایی که ما از دانشگاه‌های غربی گرفتیم، همه اینها اشکال دارن. بومی ما نیست، مال ما نیست. تقلبی که افراد در سمت‌های حکومتی دارن انجام میدند و اونها رو میگیرند و به اسم اسلام به خورد این مردم میدند، این خیانته. اینها ابر نظام حکومت اولوالامر رو زمین گیر کرده و تنها راهش اینه که ما توبه کنیم و برگردیم به اصل خودمون، اون مزخرفاتی که خودشون رو هم نجات نداده ول کنیم و با تجربه‌ای که از این شکست‌ها گرفتیم نظام حکمی خودمون رو بنا کنیم.
پس محل دعوا در همه این مباحثات عالم جهله و ما حتما باید به ابزارهای نظام توحیدی، نظام معرفت توحیدی مجهز باشیم، مسلط باشیم تا در مقابل اونها کم نیاریم. دقت کنید، عالم خلق و عالم جهل از همدیگه تفکیک باید بشن موضوعاتشون. رشته هایی که در عالم خلق هستش، برای چندمین بار تکرار میکنم، رشته های عالم خلق، رشته های مهندسی، رشته های فنی، ما با این حوزه ها جنگ نداریم. اونها از مواد و مخلوقات خداوند ساخته شدند و روابطی که خداوند حاکم کرده از اون روابط استفاده کردند. از قوانین خدا که خود خداوند نگهدارنده اون قوانین هستش. حالا اسم کاشفش غربی باشه، مشکلی نیست. ما در حوزه عالم خلق مشکلی نداریم. ما میریم موشک اسکاد شوروی رو از سوریه یواشکی میگیریم، افرادی رو میفرستیم اونجا، مهندسی معکوس میکنند، اجزایش رو دونه دونه میسازند، روابط رو باز تعریف میکنند، میشناسند، کشف مجدد صورت میدن و پله پله رشد میکنیم تا به لبه تکنولوژی روز دنیا میرسیم. موشک های هایپرسونیک رو میسازیم، کاری که حسن تهرانی مقدم کرد. پس ما در علوم خلق با هیچکی مشکل نداریم. اگر ما استفاده میکنیم از این علوم، یه راه میانبری هستش که میتونیم ازش استفاده کنیم. یک دوره ما از اونها یاد میگیریم و استفاده میکنیم در علوم فنی و مهندسی، یک دوره اونها از ما استفاده کردند و یاد گرفتند. این بدبستان و میراث علوم بشری هستش که از همیشه تاریخ بوده و آینده تاریخ هم برقرار خواهد بود. علوم عالم خلق مالکیتش دست هیچکی نیست، مال خود خداست. اون کسی که این قانون رو گذاشته خداست، اون کسی که این قانون رو نگه داشته خداست. حالا کاشف این قانون، کاشف اون یک نفر باشه، دلیل بر این نیست که مالکیت اون قانون هم با اون باشه. نخیر، دعوای ما در عالم خلق و ساخت نوع موشک نداریم. دعوای ما در عالم جله که این موشک جهتش کجاست، قرار اسرائیل رو بزنه، قرار نیروی بازدارنده‌ای باشه در برابر تهدیدات اسرائیل، یا اینکه نه، قراره که مردم مسلمان پاکستان رو بزنه، مردم مسلمان هند رو بزنه، کدومش؟ اینکه ما سر موشک‌ها رو به کدوم جهت بگیریم، دعوا اینجاست. این دعوا جاش در عالم جهله. اینکه آمریکایی‌ها بمب اتم رو در هیروشیما استفاده کردند، آیا این جهتش مثبت بود یا جهت منفی بود؟ اینکه الان بیش از 70 سال هست که بشر زیر سایه نحس جنگ‌های اتمی داره زندگی میکنه، این خیره یا شره؟ این حق یا باطله؟ آیا آمریکا توبه کرد از اون تصمیم و اون کاری که کرد؟ آیا قبول کرد که خسارت اون رو پرداخت کنه؟ آیا حتی حاضر به عذرخواهی از مردم ژاپن شد؟ نه. یعنی بر همون سبیل باطلی که داشته داره میره جلو. آیا ما باید خودمون رو محروم کنیم از قدرت موشک و تسلیحات جدی؟ نه. اگر ما رو تهدید میکنند، آنچه که در توانمون هست و قدرت داریم، باید این قدرت رو جمع کنیم و آماده باش باشیم. اگر ما رو تهدید میکنند، حتما نیروی بازدارندگی قوی باید وجود داشته باشد تا اون تهدید رو خونسا کنه، وگرنه جنود ابلیس قسم جلاله خوردند که نوع انسان مؤمن رو از بین ببرند. شکی نیست در این. آیا ما باید به اونها اجازه چنین این کاری بدیم؟ نه. پس یک نظام ساز که باید گزینه‌های مختلف، تصمیمات مختلف رو بگذاره در ویترین خودش تا تصمیم گیر یکی از اونها رو انتخاب بکنه، باید مجهز باشه به عالم جل، قوانین حاکم بر اون، فرمول‌های حاکم بر اون و شابلون‌های ذهنی و شابلون‌های فهم. پس اگر یک روز یه منافقی از شما پرسید چرا از سیستم موبایل استفاده میکنید؟ چرا از سیستم هواپیما استفاده میکنید؟ مگر شما با غرب مشکل ندارید؟ چرا از اینترنت استفاده میکنید؟ شما چی جواب میدید؟ میگید
ما با غربی ها در عالم خلق مشکلی نداریم، ما در علوم فنی و مهندسی مشکلی نداریم، یک بار ما به اونها چیزی یاد میدیم، یک بار اونها به ما چیزی یاد میدن. این همه مقالاتی که ما در ISI و روزنامه و مجلات علمی اونها منتشر کردیم سند اینه. تولیدات علمی ما رو کی داره ازش استفاده میکنه؟ لطفی زاده کجایی بوده که منطق فازی رو به غرب هدیه داد؟ اینها همه مربوط به عالم خلقه. ما از قوانین عالم خلق و محصولات عالم خلق استفاده میکنیم، زیر منت احدی هم نیستیم. بده بستونه، هم ما به اونها دادیم هم اونها به ما میدند. در تکنولوژی، در علوم فنی و مهندسی محکم بهشون جواب میده. اما ما با غربی ها مشکل داریم در عالم جهل، در رشته های علوم انسانی، در فلسفه غرب، در اسم های منحط غرب، در مواردی که جهان رو به سمت نابودی کشوندن، ما در اینها با غرب دشمنی میکنیم. جوامع غربی چرا باید بیش از 50% حرامزاده باشند؟ آیا نجات بخشه؟ آیا علوم انسانی اونها و نظام معرفتی ابلیسی اونها نجات بخشه؟ آیا ابلیس غیر از این میخواست؟ پس ما برای خود غربی هاست که داریم با مبانی نظری اونها مخالفت میکنیم و بلکه دشمنی میکنیم، برای اینکه خودشون رو نجات بدیم، برای اینکه از این فلاکت نجات پیدا بکنند، جامعهشون، خانوادهشون شکل بگیره، خانواده سالمی داشته باشند، بی ناموس نباشند، بی غیرت نباشند، بی حیا نباشند، وجود پیدا بکنند. آیا ما کار اشتباهی میکنیم؟ پس یک نظامساز در عالم جهل از قواعد کفار، از رشته های علوم انسانی غرب تبعیت نمی کند و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. با این قرآن عظیم الشأن و گزاره هایی که در مقابل اونها در بررسی تطبیقی بهش رسیدیم، با اون گزاره ها با اونها می جنگیم، جهاد می کنیم، در مرتبه جهاد نرم و سپس جهاد نیمه سخت و حتی اگر برسد جهاد سخت. شاید اگر با این شدت و استحکام در موضع معرفت توحیدی بایستیم، انشاءالله خدا توفیق میدهد، خدا برکت میدهد، مردم تمدن غرب نجات پیدا بکنند از این فلاکتی که در اون هستند. ظواهر و زخرفات، ماشین های به ظاهر زیبا، وقتی که از داخل پوچ باشند، سبزه مزبلند، سبزه که محتواش زباله است، باطلند، نیستند. ما باید دستشون رو بگیریم، باید کمکشون کنیم از این طریق، با دشمنی کردن با عامل بیماریشون. عامل بیماریشون همین فلسفه و علوم نحس نظام دانشگاهی است. خب در این جلسه مهمترین حوزه عالم جهل که نظامساز امروز با اون درگیر هستش رو مورد بررسی قرار دادیم، که همون درخت فلسفه و رشته های علوم انسانی تمدن غرب هستش، و همه رو زیر سوال بردیم، همه رو ابطال کردیم و راه مقابله با اون رو برابر نهاد و بررسی تطبیقی گزاره های حق در مقابل گزاره های باطل اونها معرفی کردیم. سرفصل های مختلف کلبه کرامت و محصولات استاد بزرگوار حسن عباسی به عنوان برگه برنده ما در این میدان هستش و ما به عنوان نظامساز مبانی نظریمون رو قرار میدیم و از اون مطالب نظری که نیاز داریم رو استخراج میکنیم و به کار میبریم. نظامی که قرار ساخته بشه و طراحی بشه از دل اون مباحث بیرون میاریم. این سرفصل نیاز به توجه و کار بیشتری داره. در آینده انشاءالله اگر فرصتی بود خدمت شما ارائه میدم مطالب جدیدتر رو. خدایا بابت قدرت فکری عظیمی که به نوع انسان دادی تو را سپاسگزاریم. قدرتی که در عمر کوتاه خود میتواند ابلیس رو با 6000 سال عبادت بشناسد، زیر سوال ببرد، ابطال کند، کنار بزند و
خودش رو به مقام بندگی تو برساند. خدایا ما رو شاکر این نعمت بپذیر. در امان خدا.